من بخش زیادی از صحبتم خطاب به رهبری جمهوری اسلامی و شخص اول فضای سرکوب به حدیه که دوستان تحکیم از من خواستن که در باب رهبری و شخص آقای خامنه‌ای که شاید چند روز آینده در دانشگاه علم و صنعت حاضر بشه صحبتی نکنم. من از همه عذر میخوام. ما دوست داریم خودسانسوری روالی و رویه حاکم بر جنبش دانشجویی بشه، ولی با توجه درخواست دوستان میپذیریم. به هر حال ببخشید بازم. اما از تلخی های جامعه‌مون بگیم، چیزی که امروز ما رو دور هم دیگه جمع کرده، عناد با دموکراسی، آزادی ستیزی، حق کشی، تاخت تازه خرد ستیزان در دانشگاه، سرکوب نهادهای مدنی و فعالان کارگری و معلمان، خشم بر قومیت ها و اقلیت ها، جفای بر زنان و دختران دانشگاه، اخراج اساتید دانشجویان از دانشگاه، تبعید اندیشمندان، سانسور شدید رسانه‌ای، توقیف روزنامه ها و نشریات، تبدیل رسانه ملی به مونولوگ حاکمیت و پر شدن زندان ها از آزاد اندیشان و شکنجه دانشجویان در بند و زندانیان. جنبش دانشجویی همان گونه که در سال 32 و سال 57 و تا به امروز در تمام طول حیات خیش در برابر استبداد خودکامگی در نفی ظلم و ستم ایستاده، همچنان باید بایستد و ظلم است چه محصول طاغوت شاهنشاهی باشد و چه حاکمیت ولای نائب امام.